داشتم فکر میکردم به موضوع مرگ هموطنان. حالا یکی از دوستانم فوت شده است، آقای فاضلی، از سبت که همین جوری تحت الارضی فکر آدم حرکت میکنه. رسیدم به داستان خود و ما، موضوع استبداد، و رفته رفته به این فکر افتادم که ما شرقی ها از سواحل ژاپن تا غرب آفریقا در همه تاریخ یک اختراع کردیم، یک بیر ده، اونم قطنما بوده. توجه کنیم که کشف رو با اختراع مخلوط نکنیم، یه اختراع مشرق زمین داشته، اینم قطنما بوده، اما ماشاءالله ماشاءالله 124 هزار تا پیغمبر. داستان اون گاوه به یادم افتاد، گاوه که شیر نمیداد، اما ماشاءالله ماشاءالله چی داشت. حالا نمیشد این 124 هزار تا پیغمبر یکیشون میگو آقا بدبختای بیچاره تو این بیابونا، اینا شما اگه بگیرید، اگه یک مغناطیسی بگیرید بچرخونید وسط یه سیم پیچی برق درست میکنید، کاری داشت؟ یا این برگای بید رو بگیرید بجوشونید آسپرین ازش در میاد. نمیشد بگن این 124 هزار تا پیغمبر یه چیزی، آخه یاد ما بدن. چی یاد ما دادن این 124 هزار پیغمبر؟ بفرمایید ببینیم چی یاد دادن آخر. حالا هموطن این زنگ زده بودن، یه جوان نیک نفسی بود، اما از بس بمباران مغلطه و دروغ میکنن جامعه ما رو، همه عبارات ما غلطه واقعا، یعنی فکر ما پریشانه، فکر پریشان که عبارت صحیح صادر نمیکنه. میگم شما گفتید اینا هیچ کاری نکردن، خیلی کارا کردن، مثلا آیه فلان. و گفتم عزیز من تا قرن 18 هم 19 هم تا قرن 20 هم آدمیزاد خورشید رو نمیشناخت. میگو به اختیار دارین، بله، از شمس و کبرت. گفتم پدر جان من نگفتم خورشید رو نمیدید، گفتم نمیشناخت، نمیفهمید که این نور پاکیزه از کجاست. تا علم، یعنی علم جدید کشف کرد که این از کجاست. اتفاقا کاشف این هم یک سال و نیم پیش مرد، هانس بث از آلمان جایزه نوبل گرفت. باری همه یه حرفای ما مغلط هست، ما گیج بودیم، یه اختراع کردیم قطنما بوده، 124 هزار پیغمبر، اما یک اختراع دیگری هم کردیم، فراموش نکنیم اونم استبداد بوده، داستان استبداد. حالا از شبت که بنده داشتم فکر میکردم به مردن، به اینجا رسیدم، به خود پدیده مرد که استاد طوس فرمود همه تادر آز رفته فراز، به کس بر نشد این در آز باز، دم مرگ چون آتش هولناک، ندارد ز برنا و فرتوت باک. در مقدمه رستم و سهراب. و اینکه عرض شود که اگر از بنابراین علم پزشکی در واقع جلو مرگ میرها رو گرفته و میزان متوسط عمر رو از 30 سال و 35 سال اینا به 75 و 80 رسانده، و در راهی است که یک روزی بتواند کشف بکند که عرض کنم که جلوی مرگ رو بگیرد، اگر که بنا باشد که عرض شود که با رفراندوم باشد که یک همچین داروی دوای کشف شده باشد که حالا رفراندوم بگیریم آیا اگه به اعمال بکنیم بنده رأی نمیدهم بهش. این مرگ خیلی چیز خوبی است، تنها پدیده که عدالت دارد در این جهان ما میشناسیم مرگ هست. حتی در تولد هم عدلی نیست، در واقع اون هوس اون پدر مادر است، یا حالا خودخواهیشون، یا یکی به هر صورت. اما مرگ بسیار عادل است، هیچ فرقی براش نمیکنه. حالا تصور بفرمایید که دارو کش بشه، بعد بگویند که یک داروی کش شده، آمپولی کش، هر آمپولی مثلا 2 میلیارد دلار. اول کسی که میخره کی است؟ این سلطان عبدالله، شاه عبدالله عربستان سعودی، نفت مردم میفروشه، میخره میزنه که بمونه. دومیش هم علی خامنه‌ای خودمان هست. بعدش هم یه حسنی مبارک و اون پسر اون عرض کنم که رفیقمون که مرد، پسرش گذاشت رئیس جمهور در سوریه. من یادم یاد جیمی کارتر هنوز بودش، تازه رفته بود که این سادات بیچاره رو کشتن. از اون زمان ریگان آمده 8 سال، بوش پدر 4 سال، آقای کلینتون 8 سال، بوش پسر 8 سال، هنوز این آقا حسنی مبارک نشسته اونجا رئیس جمهور. ول بکنم که نیست. عجب اختراعی کردیم ما مردم، عرض کنم که بزرگوار مشرق زمین.
یک اختراع هم در تاریخ کردیم، اینم قطنما بوده. حالا اونم کفار اختراع کردن، اینم کفار چینی اختراع کردن. ما که دارای 124,000 پیغمبر هستیم و اینقدر مورد لطف و عنایت پروردگار بودیم که 124,000 پیغمبر خداوند فرستاد برای ما، که البته از یک سو بنگریم ما بسی بسیار آدمای گمراه جاهلی بودیم که نیاز داشتیم 124,000 تا پیغمبر بیاد برای ما. اینها ما هیچ کار نکرد، هیچی nothing. اما ماشاءالله عقده موشک داریم، عقده موشک. این کشورهای بدبخت عقب افتاده میدل ایست، اینا حتی فار ایست، اینا عقده موشک دارن. خیال میکنن موشک حالا درست شد یه همه چیز درست. پدر کرد اون کسی موشکی که شکمش اول سیر کنه. اونا که موشک ساز شدن و صاحب موشک شدن و موشک براشون اعتبار شد و اینها، کسانی بودن که اول آمدن شکم ها رو سیر کردن، یعنی شکم سیر. دو، آمدن کارگاه های فنی ساختن، دانشگاه ها ساختن، صنایع سنگین درست کردن، اقتصادی که بتواند این کارها رو انجام بدن، نه اینکه از شکم ملت بزنی یه مش گرسنه و 4-5 میلیون تن گندم بخری سیلزمن فرستن آخوندها به آمریکا و آرژانتین و استرالیا و چند جای دیگر که هر سبب که اینها گندم بخرن و موشکش ماشاءالله به موشکش احبه به این موشک. بله، برگردیم سر اصل مطلب. هر سبب که بنابراین مرگ پدیده خیلی خوبی است. ما که عرض کنم که نتوانسته ایم، حالا ما مردم ایران مثلا مترقی‌ترین مردم منطقه بوده ایم، 150 سال است داریم دنبال یک ذره آزادی سینه میزنیم. باز این مرگه باعث شده که یه کارای بشه. اگر که فتح علی شاه نمیمرد هنوز بودش، به مرگ طبیعی نمیمرد هنوز بلابود بودش اونجا. مثلا کلامم فراموشم شد واقعا با این به هم خوردگی وضعیت.